میتونیم که حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار متأهل و دارای دو فرزند چیزی کمتر از 7 میلیون تومان در ماه در سال جاری هست. رجوع میدم بینندگان عزیز و خودت رو به یک گزارشی که روزنامه همشهری حدود یک ماه پیش منتشر کرد که اعلام کرد که هزینه معیشت، هزینه زندگی در شهرهای ایران بین 15 میلیون تا 22 میلیون تومان هست. یعنی اگر ما همون 15 میلیون تومان رو هم در نظر بگیریم، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار متأهل و دارای دو فرزند حتی به نصف اون هم نمیرسه. این رو هم اضافه کنم که کارگران بسیاری هستند، شاید صدها هزار کارگر که در کارگاه‌های زیرپله‌ای، در کارگاه‌های کوچک و دفاتر شرکت‌ها دارند کار می‌کنند، ولی دستمزدشون حتی از این هم کمتره. یعنی مشمول قانون کار نمیشه. دقیقاً. و وقتی هم مشمول قانون کار نیستند، از افزایش دستمزد برای اونها خبری نیست. هم تو از مزایای اونها مثل بیمه، مثل بازنشستگی و فاقد هر گونه حقوقی هستند. ولی اگه بخوایم باز برگردیم به شرایط خود کارگران مشمول قانون کار، بحثایی که مطرح شده تا به الان اخبار خوش رو برای کارگران برای سال آینده به همراه نداره، به خاطر اینکه دولت و مجلس اومدند و دستمزد کارگران بخش دولتی رو 20% افزایش دادند. خیلی کارگران اعتراض کردند، شاید حالا تغییر بکنه تا آخر سال که البته چیزی باقی نمونده مثل سال گذشته، چون سال گذشته هم دولت همین کار رو کرد ولی مجبور به عقب نشینی شد به خاطر اعتراض‌های زیاد کارگران و تشکل‌های کارگری و صنفی. ولی صحبت‌هایی که داره میشه، حالا مخالفت‌هایی که نمایندگان تشکل‌های مورد حمایت و حکومت از شورای عالی کار مطرح می‌کنن، حاکی از این هستش که نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت در صدد هستند تا از افزایش مناسب دستمزد خودداری بکنن و دلایل مختلفی رو مطرح میکنن و خب این در شرایطی که تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی خانه این هستن که حداقل یعنی تا قبل از این تورم خیلی افسار گسیخته هفته‌های اخیر و ماه‌های گذشته دست کم 12 میلیون تومان در ماه باشه.